بیشترین درخواستی که من توی کامنت ها همیشه دارم اینه که یه ویدیو درست کنن در مورد اینکه چجوری یه پورتفولیو درست کنیم، و حالا توی رشته من پورتفولیوی طراحی لباس بیشتر مد نظر هستش و بالاخره این ویدیو رو درست کردم. نکته هایی که به نظر من در مورد درست کردن پورتفولیو به دردتون میخوره رو باهاتون در اشتراک بذارم. خوش اومدید به کانال من. امیر هستم، کارشناس ارشد و مدرس طراحی لباس. امروز میخوایم با همدیگه به روش آسون یه پورتفولیو درست کنیم. توی اینترنت که سرچ کنین کلی اطلاعات راجع به چجوری پورتفولیو درست کردن هستش. من میخوام نکته هایی که احساس میکنم مهمتره در مورد درست کردن پورتفولیو رو بهتون بدم و بقیه خلاقیتش رو بذارم به عهده خودتون. بریم که با همدیگه ویدیو رو ببینیم. اول از همه باید این ذهنیت رو داشته باشین که پورتفولیو یک فایلیه که مجموعی از قوی ترین کارهای شما و توانایی هایی که شما دارین رو نشون یک فرد دیگه میده. حالا ممکنه شما پورتفولیو دارین درست میکنین که برای یک دانشگاه اپلای بکنین، دانشگاه طراحی لباس میخواین اپلای کنین، دانشگاه های هنر میخواین اپلای کنین. باید بهشون نشون بدین که قبلا چه کارهای هنری رو انجام دادین و به چه صورتی انجام دادین، اگه به مشکل خوردین چه شکلی حلش کردین. روش درست و غلطی برای درست کردن پورتفولیو نیستش که بگیم همه میتونن از اون پیروی بکنن و بگیرن. شما باید بدونید که چه هدفی دارید و به چه منظوری دارین این فایل رو درست میکنین و با اون منظور با خلاقیت خودتون بتونید اون منظور رو به نفر بعدی برسونید. خلاقیت شما توی نشون دادن روش کارتون خیلی مهمه، چون که پورتفولیوهایی که خیلی آماده و شکل هم هستن و یه سری مطالب رو به یه ترتیب خاصی دارن نشون میدن، روزانه هزار تا از این پورتفولیوها اون افراد میبینن و واقعا براشون جذابیت خاصی نداره. متاسفانه توی دانشگاه های ایران تمرکز خیلی زیادی روی درست کردن پورتفولیو نیستش و بر همینه که بچه ها وقتی میخوان تحصیلاتشون رو جای دیگه ببرن از ایران یه مقدار دچار مشکل میشن، با اینکه تمام توانایی ها رو ممکنه توی دانشگاه یاد گرفته باشن. یکی از نکته هایی که من توی ایران همیشه حسرت میخوردم این بودش که توی رشته طراحی لباس که کارشناسی ما انجام دادم کلی کارهای متنوع، کلی کارهای دستی و کلی کارهای دیجیتال و اینا ما یاد گرفتیم و انجام دادیم، ولی هدف و تمرکز همیشه روی اون ژوژمان و روی اون کار نهایی بودش که ما داشتیم ارائه میدادیم و تمرکز ما رو سوق نمیدادن به سمت روش کاری که داریم انجام میدیم، در صورتی که توی خارج از کشور تمرکز روی روش کار و پروسه انجام دادن اون کار، نه لزوما نتیجه‌ای که شما به دست میارین. نتیجه ممکنه خیلی معمولی باشه، ممکنه هیچ وقت به نتیجه نرسید. توی پورتفولیوتون شما چند تا پروژه‌ای که قبلا انجام دادین رو باید بتونین جا بدین. اگه طراحی لباس هستش چند تا از بهترین پروژه‌هایی که تا حالا تونستین انجام بدین رو از اول تا آخرش انجام میدین با تمام اتفاقاتی که در پروسه انجام دادن این پروژه افتاده و شما چه شکلی حلش کردین و به چه دلیلی به اون روشایی که حلش کردین. منظورم چیه؟ به عنوان یه طراحی لباس شما ایده میگیرین، هدف داره پروژهتون، به چه دردی قراره بخوره، اتود میزنید، از بین اتود هاتون یک طرحی رو انتخاب میکنید، روش هایی که اتود میزنید، به چه روش هایی این طرح رو طراحی کردید و چرا این روش رو انتخاب کردید اصلا برای الهام گرفتن، طرحاتون رو زدید، چند تا از طرها رو انتخاب کردید، برای چی اینا رو انتخاب کردید، طرهاتون رو ممکنه ادیت کنید، چرا ادیتش میکنید، برای چی یه سری چیزا رو راجبش عوض میکنید، انتخاب رنگ انجام دادین، یک پالت رنگ دارین، این پالت رنگ رو بر چه اساسی انتخاب کردین، چرا اینا رو انتخاب کردید، چرا کنار هم قرار گرفتن. اینا همشون توانایی های شما به عنوان یک آرتیسته که بیننده که هیچ شناختی در مورد شما نداره و هیچ شناختی در مورد واحد هایی که توی دانشگاه گذروندین یا کلاس های آزادی که گذروندین نداره، میخواد بدونه که شما به صورت یک هنرمند چه شکلی فکر میکنید. شاید براتون یه سری چیزاش خیلی بدیهی و خیلی ساده بیاد، ولی بیننده که نمیدونه. و برای بیننده، برای اون کسی که شما رو در واقع داره قضاوت میکنه، پورتفولیو شما رو دریافت کرده، مهم اینه که ببینه شما هیچ کاری رو که توی این پورتفولیو هست به صورت شانسی انجام ندادید و همه چی پاش فکر رفته. میدونم که به صورت پیشفرض خیلی همون این کارو میکنیم، مثلا اگه تو دانشگاه خوندید همه رو این کارا رو میکنیم، ولی ثبت نمیکنیم و هیچ وقت ازمون نمیپرسن که برای چی این انتخابو کردی. تا وقتی که طرح شما خوشگل باشه، ژوژمان شما زیبا باشه، از شما پذیران. ولی برای پورتفولیو درست کردن این کافی نیستش. برای شما مهمه که پورتفولیوتون معنیدار باشه، هدفدار باشه و پاش فکر رفته باشه. هر کسی توی طراحی لباس یک سری نقاط قوت و نقاط ضعف داره که شما حالا اگه قبلا کار کرده باشین میدونین که نقاط قوتتون کجاست. بعضی ممکنه تصویرسازیشون قوی باشه، بعضی ممکنه خیلی خلاق توی اتود زدن باشن، بعضی ممکنه روی مانکن مولاژ درست کردنشون قوی باشه، بعضی ممکنه خیاطیشون الگو سازیشون قوی باشه. اینا همشون بخشی از طراحی لباسن که مهمه. اگه تصویرسازی شما قویه، پورتفولیوتون باید خیلی خوشگل باشه و تصویرسازی که دارین نشون میدین باید توش دیگه واقعا جلب توجه بکنه.
اگه خیاطی شما قویه، باید پروسه خیاطیتون رو نشون بدین که چه دوختهای خلاقانه ای دارین انجام میدین، از چه متدهای خیاطی جدیدی استفاده میکنین. اگه الگو سازیتون قویه، با قدرت نشون بدین. این فکر نمیکنین که بیننده از من چه انتظاری داره و من اونا رو بهش بدم. در واقع اعتماد به نفستون توی کاری که دارین انجام میدین و تو کاری که متخصص هستین باید بیشتر از بقیه باشه وقتی دارین یک پورتفولیو درست میکنین. انتخاب کردن کاراتون هم خیلی مهمه. خیلی وقتا از خیلی پروژه ها انجام دادین، مخصوصا 4 سالی که من کارشناسی طراحی پارچه توی ایران خوندم، خیلی کارهای دستی متنوع و جالبی انجام دادیم. برای ژوژمانش هم مثلا بالای 10 تا 20 تا کار داشتیم انجام میدادیم. هر کدوم از اینها یک پروژه که شما میتونین روش تمرکز کنید و همه کارامون رو دوست داریم. خیلی برامون سخته که یک کاری رو بذاریم کنار. دوست داریم که وقتی پورتفولیو درست میکنیم همه چی رو بروز بدیم دیگه، میخوایم اون طرف تمام توانایی های ما رو بدونه. ولی مهمه که بتونیم پورتفولیوتون رو خلاصه بکنید به 4-5 تا پروژه‌ای که قوی ترین حالت رو دارن و بیشترین پروسش رو ثبت کردین. اینا بهتون میگم که کار نهایی مهم نیستش، پروسه مهمه، پروسه بالا پایینه. بعضی پروسه ها، حتی بعضی کلاس ها، ممکنه شما یه سری کارهای انجام داده باشین وسطش فیل شده باشه، خراب شده باشه، از اول شروع کرده باشین. چرا فیل شد؟ اون موقع که فیل شد شما چه تدبیری انجام دادین؟ چیکار کردین که دفعه دوم فیل نشه؟ اینا یادداشت‌های شما، اینا تجربه‌های شما. اگه عکس گرفتین از پروژه‌تون، خیلی مهمه که اینا رو، عکس‌ها رو با دلیل، با توضیح بذارین اونجا. پورتفولیوهای طراحی لباس برای بیننده مهمه که پورتفولیو شما یه حالت ویژوال و بصری داشته باشه، چون که توی رشته‌های هنر کمتر، ما افراد خیلی بصری هستیم، کمتر دوست داریم بخونیم و بیشتر دوست داریم ببینیم اتفاقی که افتاده داره. پس عکس و فیلم خیلی مهمه. حالا فیلم رو راجبش صحبت میکنم، چون که بیشتر پورتفولیوهایی که باهاش سر و کله داریم فیلم، فرمت فیلم رو ساپورت نمیکنن. و توی دانشگاه من که توی انگلیس هم پورتفولیو درست کردم، بیشتر کارامون دیجیتال بود. پورتفولیو جزو تنها چیزهایی بودش که از ما به صورت فیزیکی و کتبی و پرینت شده میخواستن. بنابراین فیلم یه مقدار کارو سخت میکنه. حالا در ادامه میگم بهتون. داستانی که میخواین با پورتفولیوتون رو بگین رو انتخاب میکنین، پروژه هاتون رو هم انتخاب کردین کدوم پروژه ها رو میخواین انجام بدید. مسلما یک پروژه قوی رو اولش میذارین و یک پروژه قوی رو آخرش میذارین. اولش به خاطر اینکه وقتی اولین پروژه شما رو باز میکنه جلب توجه بکنه، آخرین کارتون هم باید قوی باشه برای اینکه وقتی پورتفولیو شما رو تا میکنه و جمع میکنه، آخرین چیزی که یادش مونده آخرین پروژه شماست. بنابراین بینش هم میتونین 3 تا پروژه کمی از اونها معمولی تر رو بذارین. یعنی مثلا اگه 5 تا انتخاب کردین، 2 تا خیلی قوی ها رو اول آخر میذارین، 3 تا رو وسطش میذارین. لزومن این نیستش که پورتفولیو باید 5 تا یا باید 10 تا پروژه رو کاور کنه. بعضی وقتا ممکنه پورتفولیوی شما فقط بخواد یک پروژه رو تکمیل نشون بده. این پروژه شما انقدر گسترده است، انقدر داستان زیادی داره، انقدر توش بالا پایین های مختلفی از نظر طراحی لباس و ریسرچ کردن داشتین که این یک پروژه کافیه، نشون میده تمام توانایی شما رو. شما همین یه دونه رو میذارید و تموم. یعنی اینا همشون به خلاقیت و اعتماد به نفس شما برمیگرده. توی پورتفولیو ما نمیخوایم لحن شما اینجوری باشه که آره من این کارم بلدم، این کارم بلدم، ببینید به این درد هم میخورم. این شکلی نباید باشه. اینجوری باشه که من توی این کار متخصصم، این کار رو هم رفتم راجبش تحقیق کردم و به این نتایجی رسیدم اینه. یعنی لحن شما یه حالت خونسا خواهد داشتش، یه حالتی که توانایی هاتون رو داره نشون میده، چون که مطمئن هستید از خودتون. من توی پروژه مسترزم 2 تا پورتفولیو ما قرار بود درست کنیم. یه دونه پورتفولیو درافت درست می‌کردیم، ترم یکی مونده به آخر، و ترم آخر هم یک پورتفولیو داشتیم. حالا من می‌خوام با مثال‌هایی از صفحات پورتفولیوم بهتون نشون بدم که من چه شکلی این کار رو انجام دادم. خروجی پروژه من یک فیلم کوتاه داشت و من می‌خواستم پورتفولیوم هم با صفحات افقی که داره یه حس و حالی از صحنه فیلم و افقی بودن اون رو بده. کادر افقی رو توی سایز A3 برای پورتفولیوم انتخاب کردم. بالا و پایین کادر رو هم سیاه گذاشتم که یه حالت سینماتیک بهش بده. توی صفحه اول توضیح دادم که چی شد که من این پروژه رو انتخاب کردم و چرا این پروژه انقدر شخصیه به من، از کجا استارتش زده شد توی ذهن من و برای چی می‌خوام این کار رو انجام بدم. عکسایی از طراحی‌های گذشته‌ام استفاده کردم، عکسایی از درگ استفاده کردم و به صورت خیلی ابتدایی از فیلتر قهوه‌ای استفاده کردم که یک حالتی از گذشته داشته باشه. فیلم کوتاه هم قرار بود توی 4 قسمت باشه و قسمت اولش خاطراتی از خوشحالی، هپینس و جوی هستش. روش تحقیق من از طریق خاطرات شخصی بود، بنابراین از یک سری عکسایی که مال اون زمان بودن و یک سری عکسایی که مرتبط به این موضوع بودن و برای من الهام بخش بودن استفاده کردم. یعنی در واقع این صفحه پورتفولیو در عین اینکه مود بورد الهام بخش لباس و فیلمبرداری اون صحنه هستش، داستان و سناریو رو هم روش می من سعی کردم توی این صفحه نورپردازی اون سکانس رو نشون بدم، سعی کردم المان‌هایی که لباسش الهام بخش بوده برام نشون بدم و داستانش. صفحه بعدی قسمتی از پروسه این بخش رو نشون میده. تا
دو مرتبه میبینید که کادر سینماتیک سیاه بالا و پایین حفظ شده برای اینکه حس فیلم بده و یک سری از فیلم های فیلم برداری استفاده کردم و یک سری فیلم ها رو تیکه تیکه کردم و گذاشتم کنار هم که نشون بده اینا قراره تو فرمت فیلم باشن. از فونت های مختلف استفاده کردم و از دست نوشته برای توضیح پروسه. پروژه‌ای که من انتخاب کرده بودم درست کردن فیلم کوتاه بیشتر از اینکه به طراحی لباس مرتبط باشه به رشته فشن کامیونیکیشن مرتبط بود و مسلما عکاسی و فیلم برداری چیزایی بودن که تو حوزه تخصصی بچهای طراحی لباس نبودن. بنابراین من نیاز داشتم که کانکت بشم به افرادی که این تخصص ها رو دارن. پوستری درست کردم که از بچه‌هایی که عکاس، فیلمبردار، کارگردان و بچه‌هایی که رشته‌های مدیا می‌خونن همکاری بکنن و با همدیگه بتونیم این فیلم کوتاه رو بسازیم. پروسه درست کردن این پوستر و پوستر نهایی رو توی پورتفولیوم گذاشتم به عنوان یکی از مراحلی که انجام داده بودم و یه تعدادی از سکانس‌های فیلم رو هم آماده کرده بودم که در صورتی که بخوام با یک فرد کارگردان در میون بذارم باید بتونم بهش نشون بدم که ایده‌ام چی هستش. با چند تا از بچه‌های رشته فشن کامیونیکیشن که به عکاسی علاقه داشتن رفتم توی استودیو عکاسیمون که آشنا بشم با محیط و یه پروسه عکاسی انجام بدیم. تمام اینا رو به صورت کلاژ و نوشتار توی پورتفولیوم گذاشتم. اپیزود بعدی فیلمم قسمت خلسه بودش. برای اینکه بتونم کنتراست این اپیزود رو با اپیزود قبلی نشون بدم، می‌بینید که سینماتیک لاینای بالا و پایین صفحه از بین رفتن و حالا صفحه کاملا روشن و واضح و کامل هست. یه حالت خواب و خیال می‌خواستم داشته باشه، یه حالت آرامش. بنابراین با استفاده از المان‌هایی که افقی هستن و طراحی‌هایی که توی حالت دراز کشیده و چشم بسته یا بدون صورت تونستم این احساس رو نشون بدم. اتود لباس‌هایی که برای این قسمت زده بودم رو در کنار مودبوردی که ساخته بودم گذاشتم که پروسه فکریم رو نشون بده. همینطور که می‌بینید بعضی از این اتودها حتی ناتموم هستن و در آخر پروژه هم حتی من از هیچ کدوم از این اتودها استفاده نکردم، ولی مودبوردم همین بود. قسمت بعدی دوباره با کنتراست خیلی بالا از قسمت قبلی، قسمت دیسترد یا آزرده و از خواب پریده است. می‌بینید که خطای سینماتیک بالا و پایین مشکی رو کاملا برگردوندم و ضخیم‌ترشون کردم که یه حالت تنگ بودن فضا رو نشون بده. المان‌ها برخلاف قسمت قبلی که باز و آزاد بودن و فضایی کنارشون داشتن، الان فشرده و درهم برهمن. یه حالت کابوس و خفگی می‌خواستم داشته باشه. از طراحی‌هایی که داشتم استفاده کردم، طراحی‌های خودم، عکسایی که خودم گرفته بودم و یک تعداد عکسایی که از اینترنت پیدا می‌کردم و می‌خورد به موضوع برای من الهام بخش بود گذاشته بودم. در واقع این هم یک جورهایی مود برد این قسمت بود در کنار داستانش. قسمتایی از کارهای عملی که انجام داده بودم مثل درست کردن مو و امتحان کردن میکاپ رو هم اینجا گذاشتم و همونطوری که می‌بینید از یه فیلتر آبی رنگ دوباره استفاده کردم که هماهنگ با اون قبلیه باشه و خب عکس‌ها خیلی واضح نیستن. قسمت پایانی فیلمم قرار بود الیویشن یا ترفیع باشه که مود بردش و قسمتی از پروسش رو اینجا گذاشتم. اسکچ‌هایی که زده بودم رو وسط قرار دادم، روسری‌هایی که می‌خواستم استفاده کنم، اتود و تصویرسازی که از لباس انجام داده بودم رو هم گذاشتم. منبع الهامم ترکیب بندی و رنگ کادر رو هم با توجه به این موضوع انتخاب کردم. به عنوان یکی که میخواد تمرکز روی تصویرسازی و میکاپ باشه، میکاپ صورت مانکنی که لباس رو تنش کردم رو هم عمدن به صورت خاصی انتخاب کردم. اینجا منبع الهامم رو توضیح دادم برای این قسمت که چرا برج آزادی رو انتخاب کردم، چرا در کنتراست با برج میلاد هستش، چرا با اون اپیزود اول و این اپیزود آخر با همدیگه در تضاد هستن و داستان کوچیکی راجع به دو تا از این برج‌ها گفتم، معماریشون و اینکه چطور باعث الهام من شدن. پروتوتایپ هایی که درست کردم از این لباس رو گذاشتم کنارش. اتودهای اولیه‌ای که از لباس زدم و رد شد و انتخاب نکردم رو گذاشتم کنارش و همه پروسه‌ای که داشتم. در نهایت برای جلدش هم یه تصویرسازی خونسای خاکستری انتخاب کردم که نگاه خیره و میمیک صورت کاملا خونسایی داره که محتوای متنوعی که داخل پورتفولیو هست رو تحت تاثیر قرار نمیده. دفعه دوم که داشتم پورتفولیو درست می‌کردم، فیدبک های دفعه اول رو از پورتفولیوم گرفته بودم. یکی از فیدبک هایی که یعنی ایراد هایی که از پورتفولیوم من گرفته شده بود این بودش که بیننده نمیتونه عکس ها رو با داستان ارتباط بده. و خب این خیلی طبیعی بودش چون من می‌خواستم خیلی مطالب زیادی رو جا بدم اون تو و خیلی گفتنی زیاد بود. من گفته نماند که من توی یکی دو شب داشتم این پورتفولیو رو کلا جمع و جور می‌کردم با کمک کردن از دوستام و شب تا صبح توی کتابخونه بیدار موندن که کلا برنامه اینه من همیشه بذارم لحظه آخر انجام بدم. و خب پورتفولیو یه ذره کار وقتگیرتری از این که تو شما بخوای یک شبه، چون داری هی عکس پیدا میکنی، عکس‌ها رو کات آوت میکنی، مرتب باید بشینیش، بعد همه اون صفحات باید به صورت بصری قشنگ باشن که پورتفولیو اول من اونقدر که دوست داشتم قشنگ نبودش، ولی خب مجبور بودم که زودتر جمع جورش کنم، سابمیت کنم، چون که کارهای بیشتری هم بودش انجام بدم. دفعه دوم سعی کردم پورتفولیوم رو ساده انجام بدم. یعنی من این تصمیم رو گرفتم که مهم نیستش که پورتفولیوی من شلوغ باشه و همه چی نشون بده. من استتیکم اینه، من دوست دارم که پورتفولیوم ساده باشه، تکست های خیلی کوچیکی داشته باشه، توضیحات خیلی کمی داشته باشه.
یعنی وقتی شما با قدرت یه همچین تصمیمی میگیرین، این تصمیم خودش یه پیامی به اون فرد نشون میده که من یک استایلی دارم و من خودم رو میشناسم که دارم این پورتفولیو رو درست میکنم و این برای اون فرد خیلی مهمه. پروژه من که تکمیل شده بود، عکس های خیلی زیادی در تعیین این پروژه گرفته بودم و یه سری از این عکس ها برای من خیلی مهم و جالب بودن و دوست نداشتم که این عکس ها رو در کنار عکس های دیگه بذارم. بنابراین تصمیم گرفتم که هر کدوم از صفحات پورتفولیو میخوام یه عکس بزرگ کامل واضح باشه. توی ادیت کردنشون هم روی همه این عکس ها من یه فیلتری گذاشتم که رنگشون رو یه مقدار تغییرات بده که همشون یه حالت یک نواخت با هم دیگه داشته باشن که نشون بده از یک پورتفولیو هن. یعنی عکسای پراکنده با نورپردازی مختلف از جاهای مختلف هم نبودن. برخلاف اون پورتفولیویی که اولش درست کرده بودم، فونت ها ممکن بود دست نوشته باشه، یه حالت اسکچی و خودمونی و کلاژ و از این ور اون ور چسبوندن داشتش. دفعه دوم همه چی دیجیتال. میخواستم در این که سناریوی فیلم رو میگم، در لابلاش نشون بدم که چه روش‌های عملی استفاده کردم برای ریسرچ کردن. ریسرچ وقتی میگیم یا تحقیق، اولین جا فکرمون میره پیش کتابخونه، فکرمون میره پیش مطالب درآوردن، در صورتی که ریسرچ عملی برای رشته‌های ما خیلی مهم هستش. مثلا شما میخواین الگوی یک لباسی رو در بیارین و تحقیقاتتون رو راجبش کردین، ریسرچ کتابخونه ای تو رو اون شکلی رو راجبش کردین، ولی الگو در آوردن یه کار عملیه. تا وقتی که شما شروع نکنید این الگو رو در بیارید، آزمون رو خطا نکنید، تن مانکن تن آدم نکنید، ایراداش رو در نیارید، به نتیجه نمیرسید. و این خودش ریسرچه. این که شما یه الگوی رو کشیدین، تن مانکن کردین، ایراد داشته، ایرادش رو برطرف کردین، الگو رو تغییر دادین، یا حتی یه روش الگوسازی دیگر رو میکس کردین با این میشه تحقیق عملی شما در مورد ساختن اون الگو. یا لباسی که دارین میسازین ممکنه یه استراکچر خاصی بخواد که قبلا طراحی نشده و شما نمیدونید که چه شکلی باید ساخته بشه. میرید تحقیق میکنید، فنر امتحان میکنید، نمیدونم تور امتحان میکنید، چیزهای مختلف رو امتحان میکنید، میبینید که به این روش با ترکیبی از این چند تا روش به نتیجه میرسه. عکس هم که دارید میگیرین از پروسه انجام دادنش و اینا رو کنار هم میذارید با توضیحاتی که انجام دادین، این میشه ریسرچ عملی شما و این خیلی ارزشمنده. این پروسه تحقیق کردن به این صورت خیلی خیلی مهمتر از اینه که کار نهایی شما تموم شده باشه، تن مانکن عکاسی شده باشه و خوشگل مشکل باشه. اون یه قسمت ماجراست، ولی این که شما به این نتایج برسین ارزشمندتر. پورتفولیویی که من درست کردم کاری بودش که برای دانشگاه داشتم انجام میدادم و پورتفولیویی که برای کار دارین انجام میدین فرق خواهد کرد قطعا، و چیزایی که توش میذارین هم فرق میکنه. سوای قسمت نوشتاری پایان نامه، اسکچ بوک جداگانه‌ای که داشتیم، فیلم کوتاهی که به عنوان خروجی پروژه داشتم و اینها در کنار همدیگه دست در دست همدیگه میتونستن مفهومی که من میخوام رو به بیننده نشون بدن. یعنی همشون با همدیگه توی یک پکیج بودن. ممکنه وقتی شما دارین برای یک دانشگاهی اپلای میکنین نتونید از این استایل مینیمالی که من استفاده کردم بخواین استفاده بکنین و بنابراین باید توضیحات بیشتری داشته باشین، تصاویر بیشتری توش داشته باشین و همش فرق میکنه. اینو برای این میگم که پورتفولیو من رو که نمره الف گرفته رو نخواین الگو قرار بدید و همتون بخواید پورتفولیو این شکلی درست بکنید. که پورتفولیوی من رو که نمره الف گرفته رو نخواین الگو قرار بدید و همتون بخواید پورتفولیوی این شکلی درست بکنید. پورتفولیو خیلی باید شخصی باشه، هر چقدر شخصی تر و خاص‌تر باشه، انتخاب کادرتون با موضوعتون بخواد مرتبط باشه، المان‌ها رو کجا دارین قرار میدین، چه جوری چیدمان می‌کنین خیلی 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 مهمه. میدونم که مرتبط با گرافیک دیزاین و با خیلی زیاد این کار رو انجام ندادیم توی طراحی لباس، ولی جا داره که توش روش فکر بکنید و این چیدمانه خیلی تاثیر میذاره که بیننده از کجا چشمش شروع میشه، بعدش کدوم تصاویر رو میبینه، چه جوری حرکت میکنه، چه احساسی داره موقع نگاه کردن به این رنگ ها، به این کادر بندی، به این فونت ها، برای چی اصلا این فونت ها رو انتخاب کردین، و اینا همشون کمک میکنه که پورتفولیوی تو استند اوت بکنه. اگر از این ویدیو چیزای آموزنده یاد گرفتین حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه که ویدیوهای بعدی من رو از دست ندین. توی کامنت ها به هم بگین اگه چیزی رو از قلم انداختم. میدونم که خیلی سوالای زیادی دارین و وقتی تا حالا دست به کار نشدین برای درست کردن پورتفولیو خیلی براتون سخت و پیچیده ممکنه به نظر بیاد و این خیلی طبیعیه. اینو در نظر بگیرین که همه کسایی که با شما دارن رقابت میکنن هم توی این شرایط هستن و شما تنها نیستین. شاید یک مقدار کمک کنه که آرومتر و ریلکستر باشین برای درست کردن پورتفولیو که مطمئنن کمک میکنه به لحن شما و به اعتماد به نفس شما موقعی درست کردن پورتفولیو. سوالهاتون حتما از هم توی کامنت ها بپرسین اگه لازم باشه. یک ویدیو دیگه تکمیلی درست میکنم و چیزایی بیشتری رو بهتون میگم. تا ویدیو بعدی، بدرود.